خوش آمدید به سایت ما دی برکا مردم همیشه این سوال دارند این امکانات وجود دارد که می توانیم صدای خدا را در زندگی شخصی ما را بشنویم یا وقتی که مرتکب یک اشتباه هستم خدا مستقیما من, من را خطاب می کند به سوی دیگری این امکانات وجود دارد که انسان ما دستکاری می کند یا سرکوب می کند و این اظهار هر که ما مستقیما با خدا در ارتباط هستم و میدونم چه کار باید انجام دهیم و نباید انجام دهیم و با, با این ادعا آنها ما را دستکاری می کنند. اما سؤال مهم است. می توانیم صدای خدا را بشنویم؟ تفسیر امروز در مورد آن موضوع است. عیسی فرمود: من شبان نیکو هستم گوسفندان من صدای ما را و من آنها را می شناسم و از من پیروی میکنند. یوحنا دا نشان های یزدا یا 27 وقتی عیسی این کلمات را بیان کرد منظور او نه تنها شاگردانی بود که در کنار او بودند و در زمان او زندگی می و زبان او بلدند بلکه منظور او افرادی از همه زمانها ها و کشور ها بود که صدای او را میشنیدند. به همین دلیل است که ایسا در یوحنا هیف در بیست دعا می کند. من تنها برای آنها دعا نمی کنم بلکه همچنین برای کسانی هست که به وسط پیغام آنها به من ایمان خواهند آورد به همین دلیل است که من فرض می کنم که خدا هنوز با ما انسان ها صحبت می کند اما خدا با همه مردم دقیقا به یک شکل صحبت نمی کند هنگامی که عیسی شاگردان خود را دور هم جمع می کرد و با آنها سفر می کرد در حالی که بیماران را شفا می داد به شیوه خاصی زندگی می کرد و به شیوه خاصی با مردم صحبت می کرد او در آنجا زبان ویژه داشت و در کشور ویژه زندگی می کرد. خداوند از تاریخ انبیا به گونه دیگری صحبت می کرد و اونیز به گونه شیوه, شیوه دیگری با ما صحبت می کند بیایید به راهایی که خداوند با مردم صحبت کرده بود نگاه کنیم همانطور که در مورد فراخند ساموئل می اول ساموئل سه چهار تا دا می بینیم که خدا از تاریخ صدای قبل شنیدن با ساموئل صحبت کرد آن را مطالعه می کنم در آن هنگام خداوند ساموئل را صدا زد و او پاسخ داد با گوش به فرمانم و نزد ایلی داوید و گفت بله گوش به فرمانم زیرا که مرا خندی, خندی. اما ایلی گفت من تو را نخندم بازگرد و بخواب پس او بازگشت و خوابید خداوند دیگر بر او را صدا زد سامویل و سامویل برخواست و نزد ایلی رفت و گفت بله گوش بفرمنم زیرا که مرا خندی گفت پسرم من تو را نخندم بازگرد و بخواب ساموئل هنوز خداوند را نمی شنخت. و کلام خداوند تا آن زمان بر او آشکار نشده بود پس خداوند ساموئل را بر بر سوم صدا زد و او برخاست نزد الی رفت و گفت بله گوش به زیرا که مرا خندی انگا الی دریافت خداوند است که پسر را میخند پس به ساموئل گفت برو و بخواب اگر تو را خند بگو به بفرما که خدمت گذارد می پس ساموئل رفت و در جای خود خوابید. خداوند آمده با بای و همچون دفعت پیش ندا کرده گفت ساموئل 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 پسخ داد بفرما که خدمت گذارت می پس خداوند به ساموئل گفت اینک من کاری در اسرائیل خواهم کرد که هر که بشنود گوش هایش صدا کند با اشیا نبی می بینیم که پیامبر در واقع اجازه نداشت با خدا صحبت کند او قبل از این که بتواند پیغام خدا را بشنود و اعلام کند ابتدا بایستی با زغال زنده از غربانگا یه بهشت پاک شود و در کتاب مقدس نیز افرادی مختلفی وجود دارند که خداوند از طریق خواب خب با او بانها صحبت صحبت میکرد پس گفتم اشیا گفت وی بر من که خلق شده زیرا که مردی نپاک لب هستم و در میان قومی نپاک لب ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده است انگا یکی از سرافین پرواز کنند نزد من آمد او در دست خود اخگاری داشت که با انبر از مزبه برگرفته بود با ان دهنم را لمس کرد و گفت هن این لبنت را لمس کرده است تقصیرت رفع شده و گناهانت کفره گشته است اشیا شش نشان پنج تا هفت ما نباید این اشتباه را مرتکب شویم که انتظار داشته باشیم خدا همیشه یک سان صحبت کند درک اثر سخنان خدا مهم است. این را می توان به صورت زیر خلاصه کرد. دوران اول قبل از سقوط به گناخ در این زمان مردم می توانستند مستقیما با خدا تماس بیاوند. بنابراین آنها نیازی به وسطه نداشتند زیرا هنوز به گناه نیفتاده بودند و از خدا جدا نشده بودند. دوران دوم پس از سقوط به گنا در آن دوران دیگر امکان تماس مردم با خدا وجود نداشت در این مدت خداوند تنها پیامبران را فراخواند و خداوند از طریق این پیامبران با مردم صحبت میکرد اما هدفش همیشه رسیده به هم بود به همه بود دوران سوم خدا در ایسا مسیح نزد ما می آید از تاریخ ایسا مسیح خدا تجسم بود و ما می توانیم از تاریخ ایسا مسیح به خدا دست رسید داشته باشیم اما ایسا مسیح نیز از وسائل استفاده می کند که از طریخ آنها با او در تماس هستیم یک آلف یک طرف ابتدا این رسولان بودند که وظیف وظیفه انتشار پیغام ایسا را داشتند به عنوان شاهدان رستخیز ایسا اولین کسانی بودند که ارتباط با ایسا داشتند از تاریخ محبت های روح خداست انها توانستند مجزت, مجزت انجام دهند مثل عیسی و به زبان های مختلف صحبت کنند همین رسولان کتاب مقدس را نوشتند پس از نوشتن کتاب مقدس ما از تاریخ کتاب مقدس به عیسی دسترسی داریم و غسل تعمید و شام آخر بخشی از این کتاب مقدس هست آنها وسائلی هستند که به وسیله آنها به عیسی میرسیم به همین دلیل است که دیگر پیامبرانی وجود ندارد. به ندرت افرادی که رویا میبینند وجود ندارد زیرا ارادی خدا اکنون در کتاب مقدس خلاصه شده است و آشکار است. اما این مهم به نظر می رسد که ما باید برای شنیدن خدا آماده باشیم. وقتی دوباره داستان ساموئل را به یاد می آوریم می بینیم که ساموئل در ابتدا آمادگی به شنیدن صدای خدا را نداشت. به همین دلیل در ابتدا فکر کرد که الی کاهن او را صدا زده است. تنها زمانی که الی به او اشاره کرد که میتواند خدا باشد ساموئل متوجه شد که این خداست که می با او صحبت کند پس ما نیز باید حاضر باشیم به خود سخنان خدا گوش دهیم ما باید مثل ساموئل دعا کنیم خداوندا خدمتت گوش فرا دهد اگر من کتاب مقدس را فقط به عنوان یک کتاب معمولی بخوانم یا اگر کتاب مقدس را برای یافتن خطاها در آن بخوانم هرگز صدای خدا را نخواهم شنید بنابراین مهم است که قبل از خواندن کتاب مقدس با یک دعا شروع کنیم و از خدا درخواست کنیم که به ما اجازه دهد از طریق کتاب مقدس صدای او را بشنویم و صدای خدا را برای زندگی خود تشخیص دهیم کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن به ما دارد زیرا خدا از تاریخ آن با ما تماس میگیرد به همین دلیل است که من متقاعد شده هم که کتاب مقدس در مورد زندگی روز برای شما و ما صحبت می کند و در مورد همه مشکلات نگرانی ها و امید های من چیزی برای گفتن دارد به همین دلیل مهم است که من به طوری منظم کتاب مقدس را بخوانم و اماد شنیدان صدای خدا باشم هرچه بیشتر کتاب مقدس را بخوانم بیشتر متوجه می شوم که اراده خدا چیست وقتی به صدای خدا گوش می دهیم به صورت متوجه تفاوت صدای خدا با صداهایی که خدا نیستند می شویم مارتین لوتر چیزهایی را که سعی می کنند ما را از خدا منحرف کنند خلاصه می کند و می گوید که این سه چیزی هستند نفس ما شیطان و جهان منظور از نفس ما در اینجا نفس یا جسم فیزیکی ما نیست بلکه منظور منظور او ذات انسان هست که با خدا در تازد هست چون به گناه افتاده بودیم منظور ما از جهان تصیرات دنیای ماست جهان می تواند از تاریخ خوش و ما دولت مرا از خاندان کتاب مقدس باز دارد یا می تواند این کار را با زیر سوال بردن مختوایی کتاب مقدس انجام داد در مثال های ایسا مورد در مورد گانه دانه ها ایسا توضیح می داد که این خطرات وجود دارد در متای سیزده چهار تا سیزده روزی باز بر یه بزر افشای بیرون رفت چون بزر می پشید برخی در رخ افتاد و و پرندگان آمدند و انها را خوردند برخی دیگر بر زمین سنگلخ افتاد که خاک چندانی نداشت پس زود سبز شد چرا که خاک کم عمغ بود اما چون хоршид барамад бесухт ва чун рише надашт хошкид бархи миони харҳа офтад ва харҳа номов карде анҳара хафе кард ама бағие базреҳа бар замине никӯ офтад ва бараворд баъзи сад баравар баъзи шаст ва баъзи си ҳар ке гуш дарад бешнавад به جای گوش دادن به بدن خود یا به نفس خود دنیا و شیطان باید به صدای خدا گوش دهیم هنگامی که کتاب مقدس را میخوانیم متوجه میشویم که صدای خدا ویژگی کاملا متفاوت با صدای شیطان دارد خصوصیت صدای خدا و خصوصیت شیطان را در کنار هم قرار دهم تا متفاوت بین آنها را تشخیص دهیم شیطان فریفته ده و غریبان بند می داد در حالی که خدا ما را به حقیقت هدایت می کند. شیطان محکوم به مرگ کند در حالی که خداوند شفا می داد و می بخشد تا بتوانیم زندگی کنیم شیطان دست گیری می کند و دستکری می کند در حالی که خداوند به ازادی منجر می شود شیطان شکایت می کند تا ما محکوم شویم در حالی که خداوند از تاریخ عیسی مسیح به ما میگوید تو عادل شمرده اید و به این دلیل خدا شما را دوست دارد شیطان آرامشی کذب به ارمغان می آورد که چشمانم را نسبت به اشتباهاتم کور می کند در حالی که خداوند گاهی اوقات به نارامی مقدس منجر می شود که متوجه می شویم اشتباه کرده ایم و توبه کنیم شیطان دل سرد می کند در حالی که خداوند تشویق و نصیحت می کند هنگامی که این تمیز اساسی بین صدای خدا و صدای شیطان را تشخیص دهیم آنگاه می توانیم ببینیم که خداوند همیشه زندگی ما را از تاریخ کلام خود روشن و تقویت می کند. کتاب مقدس اولین منبعی است که به من امکان می دهد صدای خدا را بشنوم. من از تاریخ کتاب مقدس به عیسی منتصل هستم. یوحنا پونزده یک به بعد را بخنید در آنجا عیسی فرمود من تا که حقیقی هستم و پدرم بغبان هست هر شخه در من که میوه نیاورد آن را قطع میکند و هر شخه که میوه آورد آن را حرس میکند تا بیشتر میوه آورد شما هم اکنون به سبب کلامی که به شما گفته هم. پاک هستید در من بمانید و من نیز در شما میمانم چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید من تاک هستم و شما شاخه های آن کسی که در من میماند و من در او میوه بسیاری می آورد زیرا جدا از من هیچ نمی توانید کرد این ارتباط با ایسا به من امکان می دهد به خدا گوش کنم و روح خدا از طریق ایسا به من میرسد تا بتوانم درست و نه را تشخیص دهم حتی اگر خدا از طریق کلام خود با ما صحبت می کند این امکان وجود دارد که من نیز از طریق شرایط عادی زندگی خود تشخیص دهیم که ارادی خدا در مورد این اوزا و یا آن اوزا چیست همچنین ممکن است که به حال خودم رها شده تا نتوانم تشخیص دهم ده که چه کاری باید انجام دهم ده وقتی نگرانی زیادی دارم یا تصمیماتی سختی دارم انقدر در افکارم غرق می شوم که نمیتوانم توانم تصویر واضحی ببینم و تشخیص دهم چه کار باید انجام دهم سپس رفته به اعتراف به گناه و مشاوره از کشیش می تواند کمک کند در خود به یک شنبه گذشته نمونه از شخصی را دیدیم که خداوند فرشته را در مسیر او قرار داد تا بدوند که نباید راه خود را به راهی که انتخاب کرده بود ادامه دهد اما این پیغمبر بلعم نبی نسبت به فرشته که راه را بر او بست کور بود اولاخ بلم باید به او کمک میکرد تا چشمانش باز شود. اما بلم نیز بعد از آن به صدای خدا گوش نکرد اما بعدها بخیل گری سعی کرد قوم اسرائیل را به پرستش بط پرستی ها اخفا کند مشکل اساسی بلم این بود که میتوانست بین حق و باطل تشخیص دهد اما آن را نمی خواست او می خواست در عوض با خدا به جنگت با ما گاهی این هست گاهی اوقات نفس ما انقدر روی هست که منند گل گو در مسیر خود ادامه دهیم و نمی خواهیم بشنویم و نمی مسیر اشتباه عوض کنیم حتی پیامبران دروغین هم وجود دارند که ما را اخفا می کنند انها به ما میگویند که خدا این یا آن را گفته و سپس انتظار دارند که از انها پیروی کنیم خدایا ما را از شر آن نجات بده به همین دلیل است که ما همیشه در دعای خداوند دعا می کنیم ارادی تو انجام شود